مذاکرات برای افزایش سقف بدهی دولت آمریکا در رسانه‌ها با سابقه‌های متفاوتی داشته و بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ایران از آن به عنوان فاجعه سقف بدهی آمریکا یا فاجعه اقتصادی یاد می‌کنند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوتران کالیفرنیا که در لس آنجلس با ما هستند. آقای دمویی، خیلی کوتاه به ما بگید افزایش سقف بدهی دولت در اقتصاد بزرگ آمریکا رو چگونه میشه توضیح داد؟ آیا این موضوع میتونه فاکتوری منفی محسوب بشه و یا اینکه لازمه اقتصاد بزرگ آمریکاست؟ چون رسانه‌های حکومتی ایران اینگونه وانمود میکنن که آمریکا در حال سقوطه. با درود به شما و بینندگان برنامه، ببینید این قانون در آمریکا بیشتر از 100 ساله که وجود داره، 1917 تا با در سالهای متوالی دهه ها اصلا بحثی در این مسئله نبود و هنوزم نیست. به عنوان مثال از سال 1960 تا به حال حدود 78 بار این سقف افزایش پیدا کرد. فقط مواقعی که بحث‌های سیاسی بین دو تا حزب غالب امریکا هست این مسائل مطرح میشه. در تمام جهان شما اگه نگاه بکنید غیر از یک کشور، اونم دانمارک، اونم از سال 1993 تا به حال همچین قانونی نداره. بحث در مورد این قانون و اینکه اینا چرا پیش میاد، همونطور گفتن بیشتر یک مسئله در واقع سیاسی، ربطی به اقتصاد آمریکا به اون صورت از اون زاویه‌ای که در داخل امریکا ازش بحث میشه نداره و در غالب کشورها این به طور اتوماتیک انجام میشه، همینطور هم در امریکا. بنابراین این خیلی مسئله مشخصی است. آقای دمویی، همونطور که میدونیم رهبر جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا معتقده که دولت باید از هزینه‌هاش کم کنه، آقای بایدن خواهان دریافت مالیات‌های جدید هست. به نظر میرسه مشکل در تفاوت دو نگاه و رویکرد در مدیریت اقتصاد. تحلیل شما رو بدونیم خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه به پایان با کمال من. ببینید همونطور که فرمودید این دو مسئله است. واقعا در همون مواردی که من به اشاره کردم، زمان آقای گینگریچ بود 1995 که این حتی باعث بستن دولت برای 3 هفته شد و اتفاقا این اون موقع میخواستن که این باعث بشه که آقای کلینتون انتخاب نشه که شد. در مورد آقای اوباما بود که کار به جایی نرسید و الان ببینید بعض همونطور که جناب علی فرمودید اینه. ببینید در امریکا اگه شما امریکا رو مقایسه کنید با کشورهای دیگر OECD، در واقع که سازمان همکاری اقتصادی توسعه، امریکا از بین این 38 کشور در مقام 32 از نظر میزان مالیات به تولید ناخالص ملی. در امریکا چیزی حدود 26%، متوسط OECD چیزی حدود 34%. برای همینطور که فرمودید، وقتی این بحث اینه که کنسرواتیو ها یا رپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها میخوان که دولت هزینه های خودش رو بزنه، اغلب اوقات هزینه های اجتماعی رو، و از اون طرف قضیه هم دموکرات ها میخوان که مسئله مالیات ها مطرح بشه. دقیقا در مورد این مسئله نظر منم بخواید، من به طور خیلی مشخص معتقدم که میزان مالیات در امریکا بعد کافی گرفته نمیشه، به ویژه از شرکت های بسیار بزرگ و از افراد بسیار پولدار. به عنوان مثال تحقیق که اخیرا انجام شده، 400 نفر بزرگترین در واقع میلیاردارهای آمریکا بین 2010 تا 2018 چیزی حدود 8.2% مالیات پرداخت کردن. بنده به مراتب بیشتر از این میگم تا خیلی. برابر این بحث مطرحه، اون برای قضیه هم زدن هزینه‌های در واقع اجتماعی. این مسئله سیاسی آمریکا از ربطی به اقتصاد آمریکا از اون جهاتی که بهش مربوطه نداره. سپاسگزارم آقای جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوتران در کالیفرنیا. سپاسگزارم دعوت ما را پذیرفتید.